بنام خداوند بخشنده و مهربان با عرض سلام به تمام شما بیننده های عزیزی که بیننده برنامه نیمروز هستین انشاءالله که ساعت سلامت باشین در خدمت شما قرار داریم و در این لحظات برنامه تنها نیستم در برنامه مهمان خیلی خوب در کنار خود دارم صحبت های میداشته باشین با مهمان ما خدا کنه که شما عزیزان هم با ما همراه باشین و از یک مهمان ما در رابطه با کدام موضوع صحبت میداشته باشن بر شما معلومات خواد دادیم و همچنان شما بتونین از نکاتی که مهمان ما یادآوری میکنن نکات مثبت شما هم مستفید شوین پس با ما باشین تا دقایق اخیر برنامه را و از موضوعات امروز برنامه ما آگاهی کامل حاصل کنید سلام به شما نیمه روزتون بخیر آقای نجما زمانی خیلی خوش آمدید سلام بر شما سلام بر همه بیننده های خوب تلویزیون آریانا و ویژه برنامه آریانا در نیمه روز آرزو می تا این دم خیلی خوب آمده باشن و در ادامه روز هم های خیلی قشنگی داشته سلام، سلامت زنده باشین جناب آقای محمد نجمان زمانی با ما هستن آموزگار و در رابطه با موضوعی که می صحبت داشته باشیم البته روش درست مطالعه هست که صحبت های می داشته باشیم شما هم با ما باشین و از اینکه چگونه بتونیم مطالعه دقیق تر و خوب تر داشته باشیم حالا که وقت امتحانام هست امتحانا نزدیک شده و من مطمئن هستم که همگی به این نکته فکر میکنن که باید چه قسم یک مطالعه درست داشته باشیم دقیق تر بخونیم تا بتونیم در امتحانات ما موفق باشیم و نه تنها در امتحانات بلکه یگان مطالب یا یگان موضوعی است که ما باید بخوریم اون را بهتر خوبتر یاد بگیریم خوب است که امروز از نکات را که آقای زمانی یادآوری میکنن ما هم مستفید شویم. خب آقای زمانی خوب است که بپردازیم به بحث ما میخوایم از اینجا آغاز کنیم بحث ما را که چگونه ما میتونیم یک مطالعه دقیق تر و خوب تر داشته باشیم با کدام روش ها خب تشکر از سوال خوب شما در قدم نخست باید بگوییم که مطالعه چیست بله. مطالعه دقیقا نوی یادگیری است که به اساس اراده خود انسان ها استوار است ما از طریق یادگیری صورت میگیره از میتونیم بیاموزیم میتونیم یاد بگیری. ولی زمانی که به کتاب رو میاریم و مطالعه میکنیم دقیقنی وقتی است که ما اراده میکنیم تا یک ایده از معلومات و یک پاره از اطلاعات برای خود ما کسب بکنیم برای اینکه چگونه میتونیم ما یک مطالعه خوب و سودمند داشته باشیم در قدم نخست مطلبی یا کتابی را که ما میخوایم مطالعه بکنیم باید به با سرفصل ها و به فهرستی که در او کتاب نهفته است یک مراجعه بکنیم تا بر اساس مطالعی که ما انجام میدیم نیازی که ما میبینیم در او فهرست و در مطالب از او برداشت کرده و او مورد مطالعه قرار بدهیم در گام دوم مطالعه زمانی میتونه موثر باشه زمانی میتونه خوب باشه که ما برای مطالعه یک برنامه منظم و مشخص داشته باشیم برنامه منظم و مشخص به این که برای مطالعه کردن ما برای آن چیزی که ما مورد مطالعه قرار میدیم چیزهای دیگری دخیل نباشه بلد. و کارهای دیگری در حین مدخ... مت... انجام مطالعه ما در اونجا دخالت نداشته باشند بحث سومی که میتونه یک مطالعه موثر و مطالعه خیلی خوب از او بتانیم ما بدر بیاریم بحث یادداشت برداری است یا نکته برداری است تعدادی از دانش آموزان دانشجویان و یا اهل مطالعه مرحله به مرحله می یادداشت برداری میکنند این یعنی که یک مرحله یک... یک... روش خیلی خوب است یک روش خیلی مناسب است و ایده زمانی که یک فصل را یا یک بخشی را به اتمام باز یک ایده از یادداشت ها را با خودشان برداشت میکنن میگن که هر دوی از اینا خیلی خوب است یعنی و گام سومی که شما تانسته باشین یک مطالعه موثر یک مطالعه ثمر بخش داشته باشین نیست که شما یادداشت برداری بکنین و چهارمین نکته شما ما اشاره بکنیم اوی بحث است که ما داشته های قبلی را با داشته هایی که حالا مطالعه میکنیم اینا رو با هم یک ربط بتیم وقتی ما یک پل ارتباطی بین داشته های قبلی و داشته های امروزی یعنی مطالعات قبلی و مطالعاتی که حالا داریم انجام می ارتباط برقرار بکنیم اینجاست که مطالعه ما خوبتر بهتر و اثر بخش شده میره و بحث دیگه زمان مطالعه است که ما باید زمان مطالعه رو در نظر داشته باشیم چه وقتی ما راحت هستیم فرصت هستیم که تا یک مطالعه بهتر و یک مطالعه خوبتر انجام بدیم که تجربه نشان میده که بهترین وقت برای مطالعه بعد از نماز صبح است همین که ما نماز صبح ادا میکنیم فکر ما و ما همه موضوعات برای ما آماده است اینجا است که ما میریم به مطالعه رو میاریم بحث دیگه مکان مطالعه است در امه. کنار زمان بحث مکان مطالعه است مکان مطالعه به این معنا که ما در کجا مطالعه میکنیم جایی ده. که ما مطالعه میکنیم باید یک جای منظم خوب باشه چرا گاهی وقتا مثلا ایده خوابیده یا افتاده به مطالعه کردن میپردازن که یک روش درست نیست تقیقان نشان میده که مطالعه کردن آنگونه گونه خواب است یعنی خواب ما را بیشتر و کرده میتونه و ما از موضوعاتی را که مطالعه میکنیم موضوعاتی را که میخوانیم موضوعاتی را که داریم باش سرکار داریم نمیتونیم خوب برداشت بکنیم و اگر بخوایم که مطالعات خوبتر داشته باشیم گام هفتم این که ما به گونه روزنامه‌ای مطالعه نکنیم چرا روزنامه‌ای مطالعه کردن در حافظه در آز مدت ما جاگوزی نمیشه و اما فرآیند مطالعه دست ما خارج میشه و نمیتونیم یک برداشت خوب تر داشته باشیم. بعضی به این عقیده هستن آقای زمانی زمانی که میگن مطالعه میکنیم باید را بریم خیلی خوبتر یاد میگیریم یا خیلی خوبتر میتونیم مطالعه کنیم این چقدر میتونه تاثیرات خودش داشته باشه یعنی مفید باشه برای اینکه اگر یک شخصی که بخواد مطالعه کنه خوبتر یعنی یاد بگیره. اون چیزایی که ما ارائه کردیم بخشای راهکار یا رویکرد هست که بتونیم یک مطالعه اثر بخش داشته باشیم ولی به با اندازه مطالعه کننده در روی دنیا روش وجود داره هر کسی به روش خودش بله. کسی مثلا دراز کشیده میتونه خیلی یک مطالعه خوب انجام بده کسی میتونه در سکوت یک جای آرام, آرام, باشه برش باشه. در اونجا مطالعه بکنه ولی ایده از دانشجویان و دانش آموزانی هستن که اونا بیشتر به راه رفتن به قدم زدن و بلند خواندن اینا میتونن که مطالعه بکنن یعنی هر کس روشش هر کس تجربه پیش خودش کرده که چگونه میتونه راحت باشه در اون طریقه که خودش راحت است در اون راه و روشی که خودش بر خودش انتخاب کرده و تانست از اون قسمت یک دستاورد خوبتر داشته باشه همون را رشد بتن همون رو بیشتر بکنن میتونن مطالعه خوبتر داشته باشه بله واقعا روش ها فرق میکنه که هر کس نحوه شیوه مطالعه کردنش فرق میکنه زمانی که یکی هست استاد میخوانم باز خیلی خوبتر میتونه یاد بگیره بعضی هم هستن که دراز بکشن خوب یاد میگیرم من هم از اون اشخاص هستم که زبان که میخوایم مطالعه کنم باید بخوابم بعد مطالعه کنم خوب در یاد میگیرم خب گرچه شما راست گفتین زمانی که ما مطالعه میکنیم خواب ما میبره خب به هر صورتش حالا اون نکات را که خیلی مهم و اساسی میباشه و حالا که وقت ها هست و خیلی از کسا بلد نیستن چه قسم مطالعه کنن یا همه چیزا میذارن بر شب امتحان که زمانی که امتحان فرا میرسه باید همون لحظه میرن سراغ کتاب و چپتر و نوتاشون تا بتونن مطالعه کنن و خوب تر یاد شما نکات اشاره کنین که کدام نکات خوبتر است که ما خوبتر بتونیم درس یاد بگیریم یا مطالعه خوب داشته باشیم آه، تشکر از سوال خوبتان ما باید مطالعه بکنیم که بیدار شیم نه اینکه مطالعه بکنیم که به خواب بریم در قسمت سوال مشخصتان که حالا امتحان دانشگاه تقریبا 20 فیصد امروز جریان داره و یک ماه دیگه پیش روی ما امتحان سالانه مکاتب است ما برای دانش آموزای عزیزی که مرا میبینن صدای مرا میشنون و دانشجویان عزیزم که هستن و صدای مرا میشنون پشت تلویزیون بر از خطاب می است که شما برای بنتالیتان یک برنامه منظم و مشخص آماده بکنید مطابق برنامه مطابق یک راهکار دقیق با مطالعاتان بپردازین و آنچه که ارائه شد هفت موروزی که مشخص ما در قسمت از او صحبت کردیم او رو در نظر داشته باشین و در ادامه از این برنامه شما این هفت برنامه شما بیاین روی چگونگی که خود شما به مطالعه پردا میپردازین و چگونگی که خود شما مطالعه میکنین براتون خوبتر از انجام بدین اینطور نمیشه که شما تمام موضوعاتی را که قرار است مورد مطالعه قرار بدین واگذار بکنین به شب امتحان اما طوری که نمیشه ما نان یک ماهره. در آخر ما صرف بکنیم امی طریق هم نمیشه که شما همه اه اه نوت و چپتر جزوه و جزوه و کتاب همه را واگذار بکنین به شب امتحان چون این چیز امکان نداره در اونجا است که با شما زیاد از خود میشین باز وقتی که وارد پروسه امتحان میشین از شما بر شما استرس ایجاد میشه و درست نمیتونین از مطالعاتتان خوبتر استفاده بکنین فقط مطالعه بکنین یادداشت برداری بکنین و اگر شما دانش آموزان عزیز و دانشجویان عزیز که میخواین مطالعه خوبتر داشته باشین شما مطالعه تا نه دماغ با مغز تان وصل بسازین و با یک تفکر مطالعه بکنین هر جمله و هر بخشی را که میخوانین در رابطه با او فکر بکنین و در رابطه و تفکر بکنین تا موضوعات بهتر از او برداشت با. سلامت باشین زنده باشین تشکر از شما از که تشریف آوردین صحبت خیلی خوب داشتیم با شما ان که همه کسایی که بیننده ما بودن از این صحبتایی که شما داشتین حتما نکات مثبت برداشت خواد کردن زنده تشکر باشین تشکر از شما و تشکر از همه همکاران تکنیکی سلامت ممنونتون بیننده های عزیز جهان و سپاس از شما هم که تا این لحظه با ما همراه بودین در این لحظات برنامه هم میریم با هم صحت و را تماشا میکنیم و پس از تماشا کردن این بخش رو برای برمیگردیم البته با سوفیا جان و بهمانشون همراه باشین صحبت های خوب دارن عرض سلام ادب داریم خدمت شما بیننده های عزیز بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما قرار داریم با یک برنامه تازه امروز موضوع برنامه ما و شما رژیم غذایی مریضای لاغر است همیشه در برنامه ها صحبت راجع به این شده که چاق ها چی کنند که لاغر شوند و راجع به رژیم غذایی از اونو خیلی صحبت ها شده اما امروز ما خواستیم که برعکس راجع به این صحبت کنیم که اشخاصی که از لاغری رنج میبرند با کدام راهکارها میتوانند که وزن بدنشان زیاد بسازند و چاق شوند چون هم قسمی که چاقی یک فاکتور خطر برای اکثر امراض است لاغری همچنان یک فاکتور تهدید کننده و خطر برای اکثر امراض است ما در برنامه های قبلی راجع به خطرهایی که از باعث چاقی به وجود می و امراضی که از باعث چاقی ناشی میشه ما صحبت کردیم اما امروز راجع به او خطرهایی که از لاغری آید میشه راجی راجع به او صحبت کنیم لاغری یک فاکتور خطر برای اکثر امراض است و همچنان لاغری می تونه که سیستم دفاعی بدن ما شما ما را پایین بیاره و ما را مساعد بر اکثر امراض و انتانات بسازه پس بس کسایی که لاغر هستن با چند نکته که اشاره می کنیم می توانند که وزن بدنشان زیاد بسازن و چاق شدن اولین قدم که خیلی مهم است بر کسایی که لاغر هستن ای است که قبل از غذا کوشش کنین که از آب استفاده نکنین زمانی که شما پیش از نان یا در شکم گرسنه از آب استفاده میکنین میده شما پر میشه و سطح جذب کم میشه و شما هیچگاه چاق نمیشید همچنان کوشش کنین که بیشتر از غذاهایی که حاوی پروتین است مثل گوشت، لوبیا، نخود، تخم جگر و سایر حبوبات کوشش کنین که استفاده کنین همچنان در مجموع مقدار غذایی را که شما استفاده میکنین کوشش کنین که زیاد باشه همچنان تعداد دفعات غذایی تانه کوشش کنین که زیاد بسازین مثلا اگر یک شخصی که چاق است یا یک شخصی که وزن نرمال داره اگر در 24 ساعت 3 بار غذا استفاده میکنه شما که لاغر هستین کوشش کنین که در 24 ساعت 4 الی 5 الی 6 بار غذا استفاده کنین حتی قبل از خواب شدن هم کوشش کنین که شما غذا استفاده کنین که باعث چاقی دان شود کوشش کنین که قبل از اینکه خواب میشین از شیر و خرما استفاده کنین که خیلی خاطر نیز بر صحت شما مفید باشه انرژی شما را کنه و شما چاق شوین همچنان کوشش کنین از غذاهایی که مقدار زیاد قند یا کربوهیدرات دارن استفاده بکنین مثل کیله که خوبترین غذایی که قند و کربوهیدرات داره و باعث افزایش وزن میشه او کیله است همچنان قبلا ذکر کردیم غذاهایی که پروتین دارن مثل گوشت و تخم و لوبیا و نخود و اینا تمام از اینا میتونه که باعث زیاد شدن وزن شما شوه همچنان چیز دیگه که باعث افزایش وزن میشه خواب منظم است اگر کسایی که لاغر هستن خواب منظم ندارن کوشش کنن که حداقل در 24 ساعت 6 تا 8 ساعت خواب منظم داشته باشن که از لاغری نجات پیدا کنند و چاق شن. پس اگر به صورت ساده بکنیم، کسایی که لاغر هستند کوشش کنند تعداد دفعات غذاییشان زیاد بسازند اینا سه بار غذا نخورند 24 ساعت اینا میتونند که 4 پنج، 6 بار غذا بخورند حتی قبل از خواب هم غذا بخورند از غذاهای پروتئینی زیاد استفاده کنند از قند یا کربوهیدرات و غذاهایی که شیرین هستند مثل کیله زیاد استفاده کنند کوشش کنند که خواب منظم داشته باشند و همچنان اگر از سگرت استفاده می کوشش کنند که سگرت را قطع بکنند تا که چاک شوند